السلام علیکم، اینک با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش خبری پیام روز در سودی با شما جهانگیر صابیرف. امروز مسلمانان عالم و در قطار آنها مردم سربلند و سعادتمند ازبکستان آزاد عید مبارک قربان را استقبال گرفته ایستادند. همدیاران عزیز، به یکایک شما عید قربان مبارک باشد. در عرفه عید مبارک در ناحیه سوخ سه ابیکت اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. حالا در همین خصوص نقل میکنیم. در ازبکستان صاحب اختیار برای امکانیت فراهم آوردن به خادمان اداره های دولتی بهره به اهالی خدمت صفتناک رسانیدن آنها اعتبار علاهیده داده می شود. زینه به زینه بینوی جمعی شهروندان محله ها به طور زمانوی از حساب دولت در اساس شریکی دولتی و یا از حساب اهالی بنیاد گردیده ایستادند. بینوی محله سوخ از حساب دولت به طور زمانوی بنیاد گردید. قبول خانه، خانه رئیس، تالار مجلس ها، خانه معاونان رئیس به طور زمانوی راست کرده شده است که دیروز مراسم گشوده شوی آن برگزار گردید. آنهایی که در مراسم به استفاده سپاری بینوی محله اشتراک کردند با قاعده های قرنطینه رعایت نموده مسافه اجتماعی را نگاه داشتند. در محله حضرت علی باشد با کمک اهالی و تشبث رئیس محله سپانالی نشان بینوی زمانوی تئاتر و مجلسگاه بنیاد گردیده که قیمت لایحه آن 150 میلیون سوم را تشکیل میکند. در مراسم به استفاده سپاری بینوی مذکور نیز حاکم ناحیه، رهبر سکتور دویم و سرور شعبه کارهای داخلی، رهبر سکتور چهارم و نورانیان و فعالان دهه اشتراک کرده به رئیس محله، شخصان سخاوت پیشه دهه و مردم سعادتمند عرض منتداری کردند که در شرایط پاندمی کرونا ویروس، در زمانی که در تمام دنیا اقتصادیات رو به تنزل نهاده ایستاده است، با یاری خلق در حدود بینوی محله برپا کردن چنین بینوی زیبا و زمانوی قهرمانی است گویم اشتباه نخواهد شد. من امروز در حدود نوهیمون یک محله جمعی شهروندان من سوخ و دویمش در محله حضرت علی من برای زلد برای جامعه گذاندن ساخته شده که از طرف محله همه ها همینه که شده 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 گذاری من این در دوام قبول های سیار راهبر سکتر یعنی عبد ولی پرکرور یکشن از طرف قراغا حالا این طلب شده یکی ما جمعه شهروند ما زلد ساخته هم مثلا تالار مجلس ساخته نه برای گذاندن جامعه ها همین خیلی مجلسگاه ساخته مثلا شده گی من با راهبری من عبدالیف تمام پرکرورم و من رئیس محله سعی و کوشش کرده من خلق تدبیرکار و خامه های من اشتراک شونده من همین زال ساخته شد من ساخته و استفاده سپرده شد من این با طلب جوابگو است البته 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 من این استفادتون این زال یکان تا محله مونده جامعه شهرانده مونده یکان تا این خیل نیست برای همه من حاضر اداره محله هم ارزنا ساخته مسئله چه مونده که مونده برای حشر میسازیم این چیزه که سربان محله یک تشبهت گفتی مقصد کتی نما خلق فکر رسید همی جنگی طلب خلق کتی همی چیز ساخته میشه. می توان گفت که در محله حضرت علی سالهای آخر کارهای نظررس در راه آبادی محل به عمل برآورده شدند. از همه مهمش آیله های احتیاجمند در دهه همیشه دستگیری و قدر می یابند. برای کم نمودن تعداد کمبغلان از طرف اشخاص همت بلند کارهای خیر و ثواب در دهه در عرفه سنه های تاریخی و روزهای سعید به انجام رسانیده می شوند که از این احوال خیلی ممنون هستند. جمعی شهروندان محله سوخ باشد از پیش قدم ترین و آبادترین دهه های حدود سکتور چهارم به شمار می رود. در آغاز گفتیم که در نوحه سوخ در عرفه عید قربان سه عدد ابیکت اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت و ما در لوحه اول آید دو عدد آن به شما نقل کردیم. بینوی سیوم در محله چمخچه بنیاد کرده شد که در لوحه نوبتی ما در همین خصوص به شما نقل خواهیم کرد. توجه کنید. در محله چماخچه نیز پیشتر بینوی محله در حالت خراب بوده امکانیت در آنجا فعالیت بردن نبود. به همین خاطر در اساس شریکی دولتی بنیاد بینوی زمانوی به محله را تدبیرکار دهه داداخان اکبرف به ذمه گرفت و در مدت تیز انشاءات خوش ساخت و خوش صفت را به اختیار شهروندان سپارید. برای بنیاد بینوی مذکور زیاده از 600 میلیون سوم مبلغ مصرف شد. دیروز بینوی نوی محله نیز مورد استفاده قرار گرفت و در آن رهبران ناحیه تحت رهبری حاکم سید بهرام سید مصویف اشتراک کردند و مسئولان گفتند که سوخ با وجود ناحیه دوردست و انکلاف بودن در اعتبار رهبری دولت می باشد و البته تا سال 2023 دستور رشد ناحیه سوخ از جهت اجتماعی و اقتصادی پر را به عمل تطبیق می گردد و در نتیجه آن یگان مسئله حل طلب که امروز بین اهالی وجود دارد نمی ماند و همه برطرف کرده می شوند. پرزیدنت ما همه خیلی گفته استادند که با همه تدبیرکارا شرایط مهیا کرده بودن ما لازم هر یک شخصانه که تدبیرکارانه که یک تا جای کار رو تا
تامین میکنن وای ها رو حرمتشون رو مناسب حرمت موندنشون کردن در کار گفته که فکرهای بیان کردن یکی از تدبیر کورونی همین تومنمو دودو خون اکبرف از محله چموخچه زیاده از 600 میلیون با مبلغ خودشون پرسر کرده جمعه شهرواندون چموخچه رو سخته دارن که این البته به همه ما با آینده کورمو با قوتمو قوت با غیرتمو غیرت خوش میشد هر یکی فقراهایی که به اینجا میبین البته ما روزه کرده مسئله های واقعی پر دیدن به حرکت میکنیم و وعده میتیم. تدبیرکار بینوی زمانوی را بنیاد کرده به اختیار اهالی سپارید. اکنون در شفت بینوی مذکور انشاءات زمانوی از حساب صاحبکار بنیاد کرده میشد که در داخل بنا یک چند نمودهای خدمت رسانی معیشی به راه مانده میشوند، گفت صاحبکار ضمن صحبت با ما. خلق طلبی که اساسا گذشته من شلگه تو خانه ترادگان جایلار معیشی خدمت ایشلاب چخارش شیخلارنی قرب بیریش که من واکمنو اولدربادی بیردم شونا شلگه قرش که حرکت قلمان اونی قیمتی 3 میلیاردن آشه یکتی. من دولتمیز گره رحمت، پریزیدنتمیز گره رحمت، مدتا اونو اون فایزلی کردیتلر برشتی. شلرگه اساسلانیب، اولیب من شونه ایشلاب بالارم بلان خروب بتشیشی آده بیرم. کارهای بزرگی که امروز در راه منفعت خلق و آبادی دیار در زیباترین کهن دیار وطن سوخی عزیز به انجام میرسند، مردم محلی را نیز بی‌فرق نگذاشته است و آنها از اعتبار و غمخواری خیلی خوشنود گشته عرض منتداری خود را این طور بیان کردند. شهرلار قطارده سوخ تومنمز هم آباد بولیابده. من بگم حید قربان عرفسده، حید بایرام عرفسده، بزرگ چماخچده زمانوی محله گذری، محله فقرا یغین اداره‌لری، مامور اداره‌لری حاضر تاپشیرب داده خان Akbarov'ti başçılığında qub verdiler. Mana bunga şükür aytamız ki birinci prezidentimizə rahmat. Özbekistanın osmonu musaffo. Viloyat hokimə rahmat. Tuman hokimiyyətə rahmat ki, çünki bizi xalqımız üçün, mana şu bitə qışloqlar üçün şu etibar veriyapti. Biz mana şu mahalla nomidan təşəkkür edirik. Nogufta namonat ki, bo barabari muvaffaqiyyətha, bo barabari qarhoy bunyodkari və obozsozi nohiya problema honiz bayni ahali xeyli bisyar ast ki, imruz bahri halli in masalahoy haltalab hukumati mamlakat sarukor dorad və umid bar on darem ki, mushkilihoy xoh vobasta barah bashad xoh ba digar soha albatta halli khud ro meyobandu sugh ba nohiyahoy obodtarin u taraqqi yoftatarin kishvar tabdil meyobad. در روز عید قربان به خاطر دستگیری نمودن و دست مدد دراز کردن با آیله های احتیاجمند در شرایط پاندمی از جانب رهبری دولت یاری مادی رسانیده شد که حالا در همین خصوص به شما نقل میکنیم. توجه کنید. دستگیری نمودن و قدر کردن آیله های احتیاجمند از مهمترین مسئله های سیاست کنونی به شمار می رود. از این رو در ازبکستان آفتابی ما در هر یک محله دفتر آهنین ترتیب داده شده، در آن رویخط آیله های احتیاجمند جایگیر کرده شده است. در اساس رویخط ترتیب داده شده امروز، یعنی در روز عید قربان، با آیله های احتیاجمند به مقدار 500 هزار سومی تحفه رهبری دولت تقدیم کرده شد. مصر اول از حدود سکتور 4 که رهبریش در ذمه سرور شعبه انداز ناحیه فرید تورابایف می باشد نوار برداری کردیم. محترم پرزیدنتمیزن قرارگاه سوسن من حید بایرام کارانتین وقتی که توری که گلنگی چون بس سوخ تومانم چیک قشلوگو قرمستن من پرزیدنتمیزن هر بر احتیاجمن اولیلرنه خبر اولیش چون پل مقدارده یوردن بریش چون بزن تومانمیزن پرزیدنتمیزن یوردنلاری کریب کلیشتی مشان چون من بس سیکتر احبارلاری من حاکمیتنی وکیلاری محله رئیسلاری تماماندن شو پریزیدنتمیزنی سلرگی کورسیتگن یا پول مقداردگی یوردنلرنی آلیب کلدیک رحمت شونی اولیب پریزیدنتمیزنی شو حکومت رهبرلریمیزنی دعا قیلیب اوتیریسیلر حیید بایرامینی اولی از اولیلریمیزدن کارانتین قویدسیگه رعایه قیلیب یخشی اوتکلیسیلر. از این گونه اعتبار و غمخواری قلب آیله های احتیاجمند خیلی شاد گشت. شیخ سعدی در اثر گلستان خود آورده است که بهترین عملی ثواب این شاد نمودن دل اشخاص احتیاجمند میباشد. خوشبختانه این پند معلم اخلاق حمیده امروز در سیاست کنونی ازبکستان صاحب اختیار در عمل افاده خود را یافته ایستاده است. در حدود سکتور دوم نیز با آیله های احتیاجمند مبلغی از رسولک ارسال گردیده تقدیم کرده شد. برای تامین شفافی و به کروپسی راه ندادن حالت را پراکوراتوری ناحیه سخت به نظارت گرفته است. حیط بیرام بلند من محترم یورت باشمز تبریک لب سوزگی پل مکافاتی بارشتی چرایلی دسترخانلارده قلب فرزندلر بلند برگلکتی حیط بیرام بلند چرایلی کتو بلند سوز سوزگیم رحمت
سلامت بودین. خب یخ شد کزیدر. مقدار عمومی مبلغی که از حساب رسپولیکا برای آیله های احتیاجمند ناحیه سخیر سال گردید 400 میلیون سوم را تشکیل میکند، یعنی مبلغ مذکور به 800 نفر شخصان دارای امکانات محدود نگرانده شده است. در روز عید، در روزی که خداوند روز مبارک، روز خیر و احسان، روز دستگیری نمودن قدر کردن همدیگر اعلان کرده است، به عمل تطبیق نمودن این گونه عملهای ثواب بسیار سری وقتی میباشد. به جای خلاصه میتوان گفت که در ازبکستان برای مملکت حقوق بنیاد هیچ کس هیچگاه از اعتبار دور نخواهد ماند. بخش اینفورماسیونی پیام روز دوام دارد. بار اول در تاریخ زیارت مکه و مدینه در عید قربان کمادم میگردد. عربستان سعودی از سبب چاره های قطعی قرنطین سرحدهای خود را بسته است. بنابر همین عملهای حج را تنها ساکنان این مملکت و رزیدنت های دیگر دولت ها که در اینجا استقامت میکنند بجا میارند. آنها باید سالم و سینشان از 20 تا 50 ساله باشد. با دقت شما باز یک خبری مهم میرسانیم. از ترکیه به تاشکند با هواپیما جهازات طبی آورده شد. در دایره شرطنامه بین ترکیه و ازبکستان بسته شده، از روی بی‌غرض سپردن جهازات طبی از ترکیه به ازبکستان یاری بشردوستانه آمده رسید. امروز صبح قریب 12.5 تن یاری بشردوستانه که برای تبابت کووید 19 کار می‌آید به تاشکند رسید آمد. البته سالهای آخر دوستیگری ازبکستان با مملکت های یوروپا با مملکت های همسایه طرف مستحکم گردیده ایستاده است و ازبکستان در وضعیت های وزین در وقت پاندمی به اکثریت مملکت ها یاری بشردوستانه رسانیده بود که امروز آنها نیز با ازبکستان تا قدر امکان در دایره امکانیت خود یاری بشردوستانه رسانیده ایستادن. و در همین جا همین را باز علاوه تاکید کرده گذشتن لازم است که واقعا سیاست کنونی رهبر دولت که بشردوستانه، انسان دوستانه می باشد، در تمام دنیا اعتراف گردیده ساده است و از همه مهمش به منفعت شهروندان ازبکستان حقوق بنیاد خدمت کرده ساده است. و عزیزان، بخش خبری پیام روز را صحیفه دنیا 24 دوام می دهد. توجه کنید. خطای از مرحله انجامیابی واکسین خود علیه مریضی کرونا ویروس خبر می‌دهد. با گزارش پرس توده، فعلا آزمایش این واکسین در برزیل و امارات متحده عرب جریان دارد. گفته می‌شود که در خود چین بنابر کم بودن تعداد مریضان کووید 19 آزمایش آن به مشکل روبرو شده است. حکومت این کشور اعلام نموده است که تا تیر ماه سال جاری واکسین چینی علیه مخفی مریضی کرونا ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر طبق گفته سازمان عمومی جهانی تندرستی 13 واکسینه در سراسر جهان در حال ساخت است. یادآور میشویم روسیه نیز از آماده شدن نخستین واکسینش علیه کرونا ویروس خبر داده بود. دو گروه اختیاریان که در آزمایش واکسین اشتراک میکردند اخیراً پس از انجام آزمایش از درمانگاه جواب شدند. پزشکان میگویند همه اختیاریان علکی علیه این مریض مسئولیت پیدا کردند. در نزدیکی شهر بیشکک قرغیزستان از سبب پر بودن بیمارخانه های مرکزی از بیماران گرفتار کرونا ویروس یک مسجد به بیمارخانه تبدیل داده شد. گفته می شود که برخی از پزشکان بعد کار اساسی خود در بیمارخانه صحرایی نوبتداری می کنند که در بینای مسجد باز شده است. مسجدی که به بیمارخانه تبدیل شده است تقریبا همه شرایط نگهداری بیماران را دارست. ساکنان محلی به زودی راضی شدند که مسجد به بیمارخانه تبدیل شود. کت و بالین آوردند، همه وسایل ضروری را خریدند. خود ساکنان دارو و مبلغ آوردند. من انتظار نداشتم که ساکنان این گونه واکنش میکنند، گفت پزشکی که در بیمارخانه صحرایی فعالیت میبرد. قرغیزستانی هایی که در خارج به سر میبرند با مشاهده متحدی ساکنان دهه دست یاری دراز کردند. کمک ها به این مسجد به بیمارخانه صحرایی تبدیل شده از کره جنوبی، روسیه و چخی رسیدند. در پاریس اکتریس مشهور الیویا د خویلند در سن 104 سالگی از عالم گذشت. و اجرا کننده یکی از قهرمانان اساسی فیلم شمال بردگان از روی رمان مارگاریت میچل به حساب می رفت. هنرپیشه دو مرتبه به گرفتن جایزه اسکار مشرف گردیده بود.
از برکت تدبیرهای در جهان اندیشیده شده پس از پاندمی کرونا ویروس گرمانیا احتمال روش خواهد کرد. به گفته روزنامه‌نگاران روسیه نیز از تکانهای جدید در کنار خواهد ماند. اینچنین روزنامه نگاشته است که کرونا ویروس روند در خود محدود شدن اقتصادیات ملی را صورت بخشید. اکثر کشورها قرض دولتی خود را زیاد نمودند تا اینکه رشد اقتصادیات خود را دستگیری نمایند. اکثریت مملکت‌های جهان با سبب پاندمی کرونا ویروس به بحران اقتصادی گرفتار خواهند شد. پرزیدنت برزیل که مبتلای کرونا ویروس شده بود شفا یافت. تست آخرین جایر بولسونارو رئیس جمهور برزیل برای تشخیص کرونا ویروس نتیجه منفی نشان داد. در این باره خود او در توییتر نوشت. یادآور میشویم که روز 7 ایول رسانه های خبری درباره گرفتاری جایر بولسونارو با کرونا ویروس خبر داده بودند. در حال حاضر برزیل از لحاظ شمار گرفتاران کرونا ویروس در عالم بعد شتات های متحده آمریکا کشور دوم است. در برزیل بیش از 2 میلیون کرونا ویروس ثبت شده است. 85,000 بیمار وفات کرده است. این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اینفورماسیون پیام روز و در همین جا به بخش خبری حسنی انجام می‌بخشیم. خیر سلامت باشید، اما شما ما را ترک نکنید زیرا برنامه‌های تلویزیونی صبح دوام دارد. شامتان بخیر باشد.